ты снимаешь нас? 50 рублей. Давай сначала через плечами кайм кане, фильм кайм хат. Зуру قدرت شو به دوست دختر خودش نشون بده. اون ته که میبینید اون ور رودخونه، این قسمت بیشتر دیگه جنگله. سلام دوستان، توی یک روز تقریبا خنک بهاری، امروز 28 آپریله، داریم میریم به سمت رود ولگا. گفتم شما همراه من باشید، رود ولگا رو با هم دیگه ببینیم و از معماری زیبای روسیه لذت ببریم. واقعا هوا عالیه، تا اون دوردست میبینید که ابرها دارن دیده میشن و این بچه کوچولو که مامانش آورده تفریح یا برعکس. و اینور هم یه سری فروشگاه ها هست که اینجا فکر میکنم سالن یوگاست، یوگی روم. و میدیا ورک. بعد یه قدم بزنید داخل این پارک به سمت رود ولگا، انتهای این پارک میرسه به ولگا. و خب واقعا فضای زیبایی داره، واقعا فضای زیبایی داره. اصلا این بینام قدم زدن توی شهر و دیدن این فضا و این آدم هایی که توی خیابون قدم میزنن چقدر براتون میتونه جذاب باشه. اگه دوست دارید این نو ویدیو ها رو حتما لایک کنید، از تعداد لایکات مشخص میشه که ما باید بیشتر از این سبک ویدیو قدم زدن توی خیابون روسیه بسازم یا چه. نه این برای ماشین ها رو میبینید، حالا خیلی جالبه، یه سری بنز شاسی بلند آی یو دی و اون برای هیوندای و تویوتا. میبینید که اینجا ماشین فوق العاده قیمتش مناسب تره و خب همه اکثر ماشین روز دنیا رو سوار میشن. خیلی ویدیو خودمونی، خیلی دوستانه است. حالا بیشتر سعی می‌کنم توی ویدیو بهتون نشون بدم که مردم روسیه توی یک عصر لحظه چه کار میکنن، کجا میرن و چه اتفاقاتی میفته. تا اون برم که میرید ببینید رودخانه ولگا کل این مسیر رو برمون میگیره، یعنی بلندترین رود اروپا است دیگه و خب یه وسعت زیادی از روسیه کلا با رود ولگا سپری میشه. و این مسیری که میبینید از این ور تا به این ور همه امکان بالاخره بازی ساختمانی هست و این پرچم هم که میبینید، این مسیری که شما میبینید همیشه مسیریه که کلا خط ساحلیه. و اینجا یه دونه مجسمه میبینیم، مجسمه که دارید میبینید یاد بوده کیه ببینید، من این مجسمه اولین باری که دارم میبینم، ایدینکو. ایدینکو رو من نمیشناسم، اگه شما ایدینکو رو میشناسید حتما بگید این کیه و کلن چه کار انجام داده. آندرنیویچ. این ویدیو رو گفتم با این مسیر زیبا با هم دیگه ادامه بدیم. این مسیر من خودم اولین بار دارم میام اینجا و خب میدونم که اون انتها رود ولگاست دیگه، اینجا میبینید و مسیر فوق العاده زیباییه. با ما بیاید این پایین ببینیم که اون ته چه اتفاقاتی میفته. چقدر زیباست این مسیر و خب پله‌های هم خیلی زیاده، کاملا جنگل سر تا سر این شهر رو گرفته. این هر جایی این شهر که میری همش جنگل، همش جنگل. خب قشنگه، یعنی جنگل رو میشه گفت ما که از ایران اومدیم، خب ایران کشور تقریبا خوشیه، جنگل برام خیلی جذابیت داره و خب خیلی زیباست که توی جنگل قدم بزنم. و این پایین صدای یه موتوری داره میاد که احتمالاً یه سری اتفاقات پایین هست که ببینیم اتفاقات رو هم ببینیم صدا دقیقاً منشأش از کجاست. فقط امیدوارم که اینجا چیزی به نام ده صدای زیبای پرنده‌ها هم چیکنن جرفت و صدای زیباش امیدوارم برای شما هم ضبط شده باشه. من چیزی نمیگم، شما بیشتر سعی کنید که مثل من تو این فضاها با من شریک باشید. میبینید که خانم آقایون دارن اینجا با هم یه قدم میزن و اون آقای یه مقداری جوگیر شده و نمیدونم اصلا چرا به چنین کاری میکنه، فکر میکنم میخواد زور و قدرتش رو به دوست دختر خودش نشون بده. دارم ترجیح میشم که من نمیدونم چرا تو این پله‌ها تو این سربالی دوست دخترش اینجوری بغل کرده بود، ولی خب فضای جالبی بود، اتفاق جالبی بود که من تونستم یه مقدارش رو فیلم بگیرم براتون و بیشتر از اون نتونستم بگم که ناراحت نشم داخل شدم ازشون فیلم میگیرم. دوباره قدم 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 قدم، پله‌ها واقعا زیاده. داریم میرسیم به رود ولگا، نزدیک خط ساحلی ولگا و از اونجا
دوباره همراهتون خواهیم بود. واقعا زیباست. یعنی شما اگه اینجا بودین این آب زلال، این رودخونه زلال رو میدیدین. این رودخونه تقریبا تا دو ماه پیش سر تا سر یخ بود، آدم روش قدم میزدن. دوباره دختر روسی رو میگه چقدر هم زیاده. ببینیم ایشون که دارن میان بالا. این مسیری بود که ما اومدیم ازش. این مسیر برای دوچرخه سواری خوبه، برای دویدن خوبه. شما میتونید من از صبح قراره که بیام اینجا دور بزنم و بدوم، برای دویدن خوبه. اون ته هم ببینید که داره کشتی میره، یعنی کشتی خیلی کوچولو و میریم با هم دیگه کنار رو بتخونیم. سلام بر ولگا. اون ته که میبینید اون بر رودخونه، این قسمت بیشتر دیگه جنگله و تا اون بر صدای آب رودخونه رو گوش کنید تا اون اگه صدا میاد.